باید بگم بسیار متاسفم که در یک سال گذشته شاهد نقض حقوق بشر بسیار بیشتر از سالهای قبل و به صورت سیستماتیک بودیم یادمون نره که در آخرین فاجعهی که اتفاق افتاد یعنی 19 اردی بهش پنج زندانی سیاسی اعدام شدند و دولت حتی حاضر نشد جنازه های اونها رو به بستگانشون تحویل بده یا اینکه بگوید اونها رو کجا دفن کردند که حداقل مادرشون بره سر خاک گریه کنه و موارد بسیار متعددی که الان فرصتی نیست که من اونها رو بیان بکنم اما باید بگم از سوی دیگر من خوشوختم زیرا باعث شد برای اولین مرتبه در طی سی یک سال حکومت جمهوری اسلامی مردم از گروه های مختلف از اقشار گوناگون از اقوام مختلف با هم وحدت پیدا بکنند و در درون جنبش سبز جای بگیرند قبل از اون ما شاهد بودیم که هر گروهی عقاید خودش رو داشت و با گروه دیگر در ستیز بود یعنی قبل از اینکه با ریشه مسائل برخورد بشه بلکه با هم دیگر برخورد میکردن و الان مسئله سر این است که جنبش سبز چون جنبش ایدئولوژیکی نیست بلکه جنبش دموکراتیک است افراد با گرایش های مختلف با های گوناگون در درون آن جای دارند و در رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر همدل و یکسو هستند و این میتواند نقطه آغاز خوبی برای ایرانیان باشد